تقریبا سال 92 93 بود که کار برنامه‌نویسی شروع کردم. خب تخصصی توی بحث UI UX فعالیت کردم، کمتر تو بک اند، اما یه جایی نیاز رفت به سمت کارهای بک اند و فعالیتمون توی بک اند بیشتر شد، دانشمون هم بیشتر شد. تسلطم رو به PHP. آره قطعاً آره، دانشگاه جز وقت تلف کردن چیزی نیست. من به تمام کسایی که دانشگاه نرفتن میگم دانشگاه نرن. چرا؟ چون شما میتونی یه دانشی رو از طریق یوتیوب کاملا رایگان یاد بگیری، خودت آزمون خطا بکنی و در نهایت یه کلاس حضوری بری ثبت نام بکنی، قطعا تو اون کار مهارت زیادی به دست میاری. تو این مهارت برنامه‌نویسی هم پول فراوونه، چون نیاز همه توی امروزه تجارت الکترونیک خرید و فروش آنلاینه. خب تو این خرید و فروش آنلاین بستر میخواد دیگه، یه مبدع میخواد، یه مقصد. این مبدع و مقصد رو شما میتونی بدون رفتن دانشگاه فراهم کنی. برای یادگیری برنامه‌نویسی خیلی ها میگن باید حتما ریاضیت خوب باشه یا زبانت خوب باشه. یه خبر خوب بدم، هیچ کدومو نیاز نیست، یه دانش اولیه میخواد. درک مفهومی برنامه‌نویسی خیلی مهمه. شما تصور کن توی ساختمونی، یه بار رفتی و برگشتی اومدی بیرون، تو ذهنت میتونی ساختمون رو تصور کنی؟ یه پروژه برنامه‌نویسی هم همینطوره. تو باید تصورات خوبی داشته باشی که چی به کجا وصل بشه. اگر بخوایم قبل از انجام یک پروژه اون پروژه رو ترسیم کنیم توی ذهنمون، باید بگیم یه مبدا یه مقصد. حالا این مبدا و مقصد جزئیات بسیاری داره که خیلی از برنامه‌نویس‌ها در گذشته میگفتن حتما باید ریاضی بلد باشی، حتما باید انگلیسی بلد باشی و و و. اما شما با همون دانش ابتدایی به راحتی میتونی برنامه‌نویسی کنی، فقط تجربه مهمه. امروز ChatGPT اومده کمک داده و در واقع شده اون معلم ما، اون مربی ما که بهمون کمک میده و باگ‌های ما رو برطرف. منابع یادگیری من به شخص خودم قطعا یوتیوب بوده. من یادم 2013-2014 بود که خب منابع محدودتر بود. اون موقع ها هنوز ترجمه فارسی نیامده بود، هنوز زیرنویس فارسی نیامده بود. ما جست گریخته بیشتر روی المان هایی که داشت یاد میداد یا کپی برداری ویدیوها رو پاز میکردم، میمدم هر کاری که اون انجام داد انجام میدادم. یادم اون موقع وردپرس رو که یاد گرفته بودم، یه سایت رو 3-4 مرتبه هی از اول نصب کردم، حذف میکردم، نصب حذف، تا یاد گرفتم کار کردن با وردپرس. ولی خب امروز خیلی راحت شده. شما ببین به زبان فارسی ماشاءالله چقدر آدم با تجهیزات مختلف ویدیوهای با کیفیت دارن تولید میکنن، اونم به زبان فارسی. کجا راحت‌تر؟ ببین شما دانش دانشگاهی به عنوان کسی که چند تا ترم رفته دانشگاه تدریس کرده، من اصلا از اون فضا خوشم نیومد. یعنی بهتره بگم حالا بی احترامی نباشه، حالم به هم خورد. چرا؟ چون همه اساتید دانششون دانش قدیمیه. شما یه استاد برنامه نویس C++ یا PHP بیار با دانش امروزی یا همین پایتون رو بیار با دانش امروزی مقایسش کن، قطعا میمونه. یه سری جاها رو بلد نیست. چرا؟ چون دانشش رو بروز نکرد. ولی خب من به واسطه یوتیوب یاد گرفتم که هر روز هر شب فرصت هست برای یادگیری. یه برنامه نویس صرفا کافی نیست، شما باید مهارت فروش و ارتباط گرفتن رو یاد بگیرید. هر چقدر فروشنده بهتری باشید، بهتر میتونید پروژه جذب بکنید. توی ماه طبق تجربه، من تجربه داشتم 5 تا پروژه هم تونستم مدیریت کنم، نه اینکه صرفا هر 5 تا رو خودم انجام بدم، شاید یکی دو تاش خودم انجام دادم، بقیه‌اش رو واسطه گری کردم، دادم به همکارایی که مطمئن بودم ازشون و اونها انجام دادن. اما خب درآمد وابسته به میزان فعالیت تو، ارتباطات تو و پروژه گرفتنه. اگه فکر کنید بشینید تو خونه پروژه میاد سراغ شما، اینطوری است. باید توی لینکدین فعالیت کنی، توی اینستاگرام فعالیت کنی، حتما یه چنل تلگرام داشته باشی، یه سری دیتای رایگان اونجا قرار بدی، کدهایی که میزنی رو اونجا بیای آمادش رو قرار بدی که یه سری یوزر، یه سری کارفرما بیان. اگه هم سایت داشته باشی که خیلی خوبه،
بدون محتوا پادشاست. با محتوا میتونی برسی به پروژه و از پروژه هم برسی به پول. پولش عالیه. چیزی که من یا ما رو تو این دسته میتونه جدا کنه فروشه، ارتباط گیریه. اینقدر فروش ما هر روز خودمون رو میفروشیم، خودمون رو عرضه میکنیم، از سوار یه اسنپ شدن، ارتباط گرفتن با یک راننده، تا یه کارفرمایی که یه پروژه میلیاردی رو قراره بسپاره دستت. در ابتدا انتظارات سطح بالایی نداشته باشید. شما باید انتظارتون پروژه های حتی 5 میلیونی 10 میلیون تومانی باشه. چرا؟ رزومه خوب درست کنید. من طبیعتاً رزومه‌ام اینجوری نیست که تو اینترنت آپلود کرده باشم مثل بقیه دوستان. رزومه من افرادیه که کار براشون انجام دادم و اونها منو به بقیه معرفی میکنن. بهترین سبک بازاریابی، بازاریابی دهان به دهانه، یا اصطلاحاً همون ویروسی، که من به طریق این افراد، جامعه هدفم هم زیاد بزرگ نیست، تو این چند سال 6-7000 نفر آدم رو تونستم به خانواده بسازم ازشون. همینها من رو به دیگران معرفی میکنن. فیلم اگه بخوام بهتون معرفی بکنم، قطعا فیلم استیو جابز رو میگم، به عنوان یک کارآفرین، به عنوان یک الگوی خوب. زندگی نامه ایلان ماسک هم خوبه، بدک نیست، مستند خوبیه، مستند کسیه که واقعا شکست ناپذیره، از دل شکست ها اومده بالا. و در آخر کتاب، اگه من برگردم عقب، نمیدونم، شاید اون 800 جلد کتابی که خوندم رو شاید نمیخوندم. کتاب ها ساخته شدن برای فروش. کتاب ها نیمده علمی رو به شما بده که شما رو بندازه جلو. من فکر میکنم بزرگترین منبع یوتیوبه تا کتاب. اگه من جای شما باشم، وقتم رو هدف من تو یوتیوب و لینکدین میذارم تا اینکه با کتاب خوندن بذارم. اگر قرار باشه برای شروع دست گرمی کتاب بخونید و کتابی رو معرفی کنم، قطعا کار عمیق رو بهتون معرفی میکنم، چون با کار عمیق یاد میگیرید که دیپ بشید توی موضوع، عمیق بشید توی موضوع. کلام آخر، زندگی زیباست، بیزینس هم زیباست، ماییم که به اون معنا میبخشیم. اگه هر جایی با هر دانشی هست، ترم یک دانشگاهی، ترم آخر دانشگاهی، فوق لیسانسی، دیپلومی، فرقی نداره. مدرک تحصیلی و سن هیچ تفاوتی نمیکنه که چقدر پول در بیاری. رو باوراتون کار کنید. من بهتون پیشنهاد میکنم برید سرچ کنید توی اینترنت باور چیست، در مورد باورها تحقیق کنید. باورهای شما بیزینس شما رو میسازه. باورهای شماست که کمک میکنه کارفرمای پولدار جذب کنید یا کارفرمایی که پول نمیده چکی قراره باهاتون کار کنه. من سالهاست که هیچ پروژه چکی رو قبول نمیکنم و همه رو رد میکنم. اگه قرار باشه بدم، میدم به همکار. همکار میره انجام میده، تو چکا به درد سر میخوره. من صرفا فقط نقد کار میکنم. این به خاطر اینکه من باور و نگرشمو عوض کردم. باور و نگرشتون رو عوض کنید، زندگی خیلی بهتر خواهد بود. در پناه خودتون باشید.